بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا و امید ان تامش مخوب بشین، سلامت بشین. یک سوال های کی مادر پدرہ زیاد پرسان من دبارے اولاد تای خو دبارے دروغ گفتنی اولاد تای شستا کی بعضی از اولاد ها عادت دروغ گفتور پیدا منا و مادر پدرہ پرسان من کی چر اولاد تای مو عادت دروغ گفتن را پیدا کده ورائی حل ازی چی استا. دیگه منی امروز نه ویڈیو مو ای ٹاپک را ڈسکس منی کی چر اولاد طرفی عادت دروغ گفتو مورا چر عادت دروغ گفتو را پیدا منا ورائی حل ازو چیز استا. قبل ازی کی طرف ازی بوری مو دروغ گفتوی اولاد را میتنی دا دو کیٹیگری تقسیم کنی. یک دفعه اولاد که استا منی قوی خیال خوباس چیزا را سوچ منا و او را بیان منا. دیگه ای را مو دا حسابی عادت دروغگویی اشته نمیتنه. چرا؟ چون اولاتا بعض وقت منه حقیقت و خیالات فرق نمیتنه. دیگه خیال منه امو چیزار که مو سوچ منه، منه ذهن خمو چیزار که سوچ منه، امو چیزار بیان منه. ای مزمت شده دروغ نیسته. چرا؟ چون او منه از نای قص تمیز نیسته که بین ازی حق و بین خیالات کلاسیفیکیشن کنه. دیگه بعض وقت اولاتا ازی وجه دروغ مگه. لیکن بعض وقت دروغ گفتوی اولاتا پری پلان نسته. سوچ سمجھ کده خوب توجه منه، خلاصه سبک سنگین منه و ازو بعد یک دروغ رمگه پلینینگ منه دباره ازو دروغ گفتوی خواه ازو بعد ای دروغ را مگه. ای دروغ که استه مزمت شده استه و ای دروغ باید علاج چونه. خب از تمام اول مومای وجوهاتی دروغ گفتو را دسکس منی که چی چیزها باعث میشنه که اولادها طرفی عادتی دروغ گفتو بوره و ای عادت را پیدا کنه. بعض از وجوهات چی اینی ناسته. یک از وجوهاتی دروغ گفتوی اولاد تایی است که والدین چی یا اطرافیان چی اونا را همیشه کلو توهین چی مونه، کلو امو شخصیت چی نارا حقیر مونه، مسخره مونه، مزاق چی نارا اوڑا مونه، خلاصه ازی کارها مونه. خب وقتی ای درون شخصیت خو احساس حقارت کد، احساس توهین کد، هر انسان می خواهی بلی شخصیت خو فخر کنه، هر انسان می خواهی بلی کوالیتیز خو فخر کنه. یک آدم وقتی در درون خو احساس حقارت مونه دیگه ازو بعد برای ازی که برای شخصیت خو فخر کنه یا امو حقارت خو دور کنه، منه وجود خو امو توهین شد و هر جبران کنه، ای اولاد عادت دروغ گفتو را پیدا مونه. دروغ مگه درباره شخصیت خو دروغ مگه یا میتر کلان کلان گبا مگه تا ای حقارت چی و ای توهین کستا جبران شونه. دیگه یک از وجوهاتی دروغ گفتوی اولادایی است که اونا زیاد تحقیر شده و زیاد توهین شده. یک از وجوهات دروغ گفتوی اولادایی است که والدین شی و اطرافیای نزدیک شی به حد کافی اور طرف شی توجه نمیده. چون یک اولاد، یک نوجوان یا جوان فطری طور پر توجه میخواد، خصوصا از طرف والدین. وقتی در حد کافی از طرف والدین توجه داده نشنه، برای ازی که توجه والدین را او جلب کنه، توجه از نه طرف خود مبذول کنه، ای اولاد دروغ گفتو را سٹارت منه. و والدین اگر نفهمه و امیر انگه بی توجهی کنه، دیگه آیسته آیسته ای دروغ گفتو عادتی از ای اولاد تیار مشنه. یکی از دیگه وجوهاتی دروغ گفتوی اولاد ای است که یا والدینش یا اطرافیان نزدیک شی ای عادت را داشته باشه. وقتی اونا بینگرنه که بایی کلانا والدین اطرافیانش نه کلان درو دروغ مگه، اونا چی کار منه؟ تقلید کدوره شروع بونه. دیگه وقتی از ما تقلید کد اینا ما ایسته ایستم عادت دروغ گویی منیشی پیدا مشنه. یکی دیگه از بسیار اهم وجوهات دروغ گفتوی اولاد تایی است که یک جوان یا یک اولاد کی، یک بچه کی از طرف والدین چینا یا از طرف اطرافیاش نه همیشه بریزنا قار مشنا، همیشه اونا را چب مونه، در ریزه ریزه گپ کیسته اونا چب مونه، در ریزه ریزه گپ بریزنا سخت سزا ها میده، خلاصه بریزنا قار مشنا. دیگه اولاد ها از خاطر بچاو شدو که از چپ لازه لازه چپ خوردو، از لازه لازه قار شدو، از لازه لازه سزا بچاو شونه، ای اولاد ها چیکار مونه؟ دروغ گفتو را شروع مونه. و ای یک از بسیار مهمترین وجوهات چه ده بسیاری از موارد مو وقتی انالایز کنی مسئله را مینگرنی که ای اولاد از خاطر بچاو شدو چپ خوردو یا قار یا سزا دروغ مگه.
یک از وجوهات دیگه دروغ گفتوی اولاد ای است که بعض وقت از طرف والدین یا از طرف اطرافیا بلی هر گاوی بچه اعتراض مشته، هر کار یا هر عملی از بچه مورد تنقید واقع مشنه. دیگه ای تر اولاد که برای هر گپ شنا، برای هر عمل شنا، برای هر کار شنا اعتراض شنا و تنقید شنا، برای ازی که ناس تنقید بچه او شنا سهاری دروغ را میگره و ای عادت دروغ گویی منیز نا پیدا مشنه. حالی که ما بعض از وجوهات دروغ گفتوی اولاد را فهمیدی، آل مای طرفی رای حل چی؟ که کدام کارها را ما انجام بده که ای عادت بچه ختم شنا و ای بچه اصلاح شنا؟ برای اصلاح از ای عادت اولاد ها یک از کارهایی که والدین باید انجام بده اوی است که باید امی وجه دروغگوی اولاد خورا تلاش کنه که از منی ازی مختلف وجوهات که مو بیان کدی از منی ازی کدام وجه باعث شده که اولاد زیاد دروغ مگه. فرض کنید یک والدین که است اولاد خو زیاد مورد تنقید واقع مونه یا مثلا زیاد قار مشنه بلیشی از در چب مونه، امو وجه را پیدا کنه است اموال کوشیشی شونه که او وجه برطرف شونه. یا مثلا یک از والدین فرض کن زیاد دروغ مگه خود چی و مفهمه که بایی از وجه دروغ گفتو از مالی اولاد ما عادت دروغ گویر پیدا کده. دیگه یک از کارهایی است که باید است ای خود خور اصلاح کنه، ای عادت از خود خور دروغ گویی خور ختم کنه. دویم کاری که والدین باید انجام بده برای ازی که دروغ گویی اولاد چی ختم شنه، والدین باید توجه کنه که جایز آزادی ها را از اولاد خو سلب نکنه. او چیزهایی که اسلام جایز قرار داده، شریعت اخلاق جایز قرار میده، او آزادی ها را از گیر اولاد خو سلب نکنه. فرض کن اولاد میخواه بوره در گلی که دیگو بازی کنه، دیگه ای آزادی را از او سلب نکنه. اگر ایتر آزادی های جایز را از اولاد ها سلب شونه باعث میشنه که اولاد ها باید دروغ بگه. جایز آزادی ها را آزاد بیله، بالکل چکن بیلنس بیله، ولی اولاد خو لیکن بیله بوره بازی کنه، بیله بوره که دوستای خو انترکشن داشته باشه. فرض کنه ایگو جای میخواه بوره که دوستای خو ایگو بازی که دو میخواه بوره، بالکل اجازت داده شونه. دیگه ای خود از ای جایز آزادی ها که مو آزاد بیلی خود از ای باعث میشنه که اولاد ها هم دروغ گفتوی خوره کم کنه. سیمنه کاری که باید مادر پدر انجام بده اوی است که فرض کن اولاد چی ماید ایگو معامله دروغ مگه و والدین چه مفهمه که ای درو دروغ مگه، دیگه فورا بلیش قار نشنه، فورا بلیشی نگه که تو دروغ گوی استه و ازی کارها نکنه، بیشنه کوشش کنه بفهمه که چرا درو ای دروغ گفته ده ازی معامله. فرض کن یک بچه از جیبی بابی خو پیسه بال کده، علی بابیش خبر داره دیده، علی داره میگه ما بال نکردم. دیگه استم اول باید کوشش کنه بفهمه که چرا این پیسه رو بال کرده، آیا واقعا پیسه ضرورت داشته یا این پیسه را از خاطر ازی که مادر پدر زیاد خار مشنه داره و پوچ مونه یا مثلا یه غلط چیز خریده. دیگه کوشش کنه او را بفهمه. اگر والدین چی مفهمه که فرض کن این کاری غلط را که این انجام داده قصوروار شی مادر پدر شی است، مثلا این یک چیزی میخواسته جایز بوده و حقش هم بوده که باید گرفته مشده، ایگو مثلا فرض کن فوتبال میخواسته، حقش هم بوده که یک فوتبال داشته باشه که بوره که دوستای بازی کده. دیگه مادر پدر اگر مفهمه خودون چی قصوروار است از یه والا معذرت خواهی کنه و از او بعد او بوده که بایی این کاری غلطه که تو کده سزای شی فرض کو اینی کار است تا یک هفته را فرض کو تو بازی کدو نمیلم، یا یک روز وری یا دو روز وری فرض کو تو یکو هم فیوریت کارتون خو تو نمیتنی. دیگه کوشش کنه که چی گب بگه، کوشش کنه بفهمه و اگر خود چی قصوروار است او دور کنه و از او بعد که است برای ازو غلطی شی ایگو خاص سزا تعیین کنه. یک از دیگه کارهایی که باید والدین انجام بده ای است که فواید راست گفتو را که اولاد خو بگه، بیان کنه بلش که راست چی فواید داره، فواید دنیایی شی، فواید اخروی شی، حدیث ها را برایش بیان کنه، کوشش کنه برای راستگویی از ریزگی اولاد ها را باز حدیث ها را حفظ کراو کنه و که از این ساعت ساعت نقصانات دروغ گفتو را هم بریزو بیان کنه تا او امو حقیقت دروغ گویی را که پلید و بسیار نجس حقیقت داره او حقیقت را درک کنه، بفهمه که به این کار چی کار مشن آخرش در نقصان از خود چی تمام مشن. هرچند ممکن از ظاهری فایده شیر بیده لیکن این دروغ گفته در آخر نقصان از خود چی است. فرض کنه یک آدم ایگو چاقور گرفته پس پشت خو پوچ مونه،
مګه باید د دسمه چاقو نه یسته دغه ادم شر اولاد سمجاو کنه توخه دروغ میسته از چاقو ور یسته کله تو پټونی لیکن ممکنه کې می چاقو خود ته نقصان بیرسننه دغه فواید راست گفتوره و نقصانات دروغ گفتوره کډ اولاد ته متر وختن فوختن ډیسکس کنه. و یک از دیگه کارهایی که والدین باید انجام بده ای است که اگر یک بچه کار غلط را انجام داده بابیش باید یا مادر والدینش باید سر سمجاو کنه که تو بچه مگر ای غلطی خود تو اقرارش کردی و راست گفتی اما سزا و جرمانه ای که تو رو ملاومشن کمتر است از سری دروغ گفتو کده. اگر تو دروغ گفتی و فهمیده شد که تو دروغ گفتی و ای تو غلطی را انجام داده سزایش بسیار زیاد است. لحاظا تو چیکار کن راست را بگی که از وجه زی راست گفتوی تو سزای تو کمتر است و وقتی اولاد راست بگه از واد ای مادر پدر بلیز گب خو پابند بشه دیگه کوشش کنه از وجه از راست گفتویش منه سزایش منه جرمانیش یا قطره آسانی و راحتی بیله تا ای موتیویت شنه از درون که بایی توخ راست گفتو فواید در راست گفتو در فایده از ماست. دیگه اگر ای چند کارا را والدین کوشش کنه صحیح طریقه اجرا کنه دیگه قطعا از حواله دروغ گفتو کافی بهتری امده میتنه منی عادتی و منی شخصیت هزی اولاد چی و جوان چی. دیگه تا دیگه ویدیو را خیال خوب بیلین. التماس دعا. خدا حافظ و ناصر شما.